مهینه عبدالله هر وقتی که از خانه بیرون می شود، لحظه روبروی این سیم چوب می ایستد. با آن می نگرد و زیر لب چیزی می گوید و ساکنان دهه چوینچی ناحیه شهر توز او را می فهمند. این سیم چوبی سوخته روزی سیاهی مهینه عبدالله را به یاد می آورد. بعدی چند لحظه از پیش سیم چوب رد می شود که آنجا زمان جنگ داخلی یک فردی محبوبش را کشتند. ای همون جیلک اگر نکه اگر جو می دونی نکه همه قد جیلک سخته سخته نمی قد جیلک اسم شونه مونده بود. بی بی مهینه خود و شوهرش غفران را از دیاری برخی ولی می گوید. برخی ولی یکی از عارفان است که در وادی وخی ها دفن شده است. مادرش از شهر کلاب بود. خونه اوچم در کلاب بود. من هر ماه می رفتم. اوگا می رفتم اوجا همه می رفتن که محکل می اومدن. می گفتن جنگ می شود جنگ می شود. انا ایجا من می اومدم می گفتم که دخترو می گن جنگ می شود جنگ می شود. اوگا می ایزانا کمنا جنگ می کن که می رد در ودر می گردی و می یا خبرم می آوری. تا زمانی آغاز جنگ این اویله با ده فرزند زندگی آسایشته داشتند. و تصور نمی کردن چی بلای به سرشون می آید. خوردیم گرفتیم همه کور کلخوز هم نکردیم همه هیچ جنگ منگا ای دروزاگی بونا دیده بودیم همه دو بگنده همه تیغ چید خلق همه خیست لوی دریو گره خیستیم اون همه لوی دریو رفتیم. مهینه با 17 فرزند و نبیرگانش از ترسی کشته شدن دهه را ترک کردند و به مرز افغانستان رفتند. شوهر ما همو استود برای گو مول به همه خونه استود گودم ای مردک بیا بریم همو گو مول باید تر پایده نیست نه گوزند من همه جا میستم نه هیچ که من پیر مکرد که نیم گو همه خلق بیدیو رو زند علاقه بی همه خلق همه دستی بولا کتا بیو برا. غفران شکرکوف شوهر 59 ساله مهینه عبدالله و کشاورز بود. بعضن بچه هایش پینهانی آمدن مواد غذایی می بردن. گوش بریمون میکردن همه قسلوقندم میگرفتن بایو زستا و میرفتن همه چیزی که خونه کدم میشکی میشید میومدن میگرفتن تنور همون را پس پستر میومدن میگرفتن یو شاو. عبدالقهار پیسری 17 سالش بعد از چند وقت گفت که پیشی پدر در خونه میموند و با او کمک میکند. گوسای همه گوز زویده بود برای همه مایده و چایده و چا گم برام یک برای ما نجاح کنم برام گوسالو ما بینم بو قطعه ابو میگردم یو اینم دفعه بچم که اومد نرفت بچم قطعه همون پدر شست بود. او پیری را نگاه نمیکنه یوشی را نگاه نمیکنه اینم ستولبه در خوننده اومدن قپیدن او را شش کس قپیدن هفت کس قپیدن مرده که بوز بله ایدم با در ستولبه سیم قطعه بستن علاو سر دادن. مهینه عبدالله و فاجعه به سرش آمده را امر تقدیر می داند. با گذشتش می خواهد سازش کند اما نمی تواند. او روزه هیچ که فراموش کرده نمی تواند. بچه مکشتن، شما کشتن، اکا مکشتن، بچه اکا مکشتن. او فراموشتی هست. فراموشتی نیست بچه جون. که چی مردی اگر که باشند درمو گوری که سر در سر کن بدل خانم می شود. خبرهای مدهش طرف بیشتر می شدند. دیگر مهینه بر طبق وصیت شوهرش از قفای خلق راهی افغانستان را پیش گرفت. همون شب یک مورا گذروندن اوستن دریو افغانستان مختو گرفتگی بود. بوده خوجگی را گذروند. همون شب اگر نه همه هم در قب میخورده. در قب نخوردن در شیوه مهینه عبدالله و به دست گروه های مسلح نافتادن است. این سفر یو 5 سال دیگر ادامه یافت که یک دفتر دیگری از خاطرات زندگی زمان جنگ این پیرزن است. دو دخترش را با دو جوان مهاجر خانه‌دار کرد. عین زمان فاجعه ادامه داشت. روز دو مرد، سه مرد، یک مرد میشید. خب بچه جون چی نمیمونه؟ ای زندگی دوگیره، ای وطن به نصیب است. گم نمیستون، تلخه کم شده. مردم افغان به هر وسیله میخواستند مهاجرین را تسکین دهند و دستگیری نمایند. اما مهینه میگوید باز به خیال زندگی آرامتر به تاجیکستان برگشتند. قدماتون را به خاک تاجیکستان گذاشتید. دریا را پشت سر کردید و قدماتون را به تاجیکستان رسیدید. چی گفتید؟ خدا گفتیم. خدای و خداوند کریم دیگه غریبی را نشون نتی. بمریم در خاک وطن بمریم. در همه کلبه بیرونه خدمت بمریم. که دیگه غریبی را
خداوند کرده مورا نشانتی هست. در جنگ شهروندی تاجیکستان که 5 سال ادامه کرد، روزانه 55 نفر جان می داد.